پس از گشایش ساختمان جدید شورای ملی به علت تکمیل نشدن کار تمامی بخش های این ساختمان، مجلس نمایندگان بار دیگر نشست ها را در ساختمان پیشین شورای ملی برگزار کرد. نمایندگان در نشست روز شنبه درباره فرمان رئیس جمهور برای آوردن تعدیلات در قانون انتخابات رایزنی کردند، اما این فرمان از سوی بیشتر کمیسیون های مجلس نمایندگان رد شده است. همه کمیسیون ها به اتفاق ردش کردند و ما هم جلسه مشترکی که بین کمیسیون ها داشتیم به اتفاق ردش شده و دلیل رد که ما در سال اخیریم و ماده 109 قانون اساسی به ما اجازه ثبات پیرامون این قانون نمیده. دو، با وجود قانون فرمان صادر شده نمیتانه. اولوسی جرگه به دلیل اینکه زینف است در سال اخیر دوره تقنینی بحث انتخابات را و بحث قوانین مربوط به انتخابات را به اجندا گرفته نمیتواند. بحثی گرفتن به اجنداست، شامل تالار نمیتواند. سرانجام این فرمان با بیشتری نارا از سوی نمایندگان رد می شود. به استثنای 10 کارت سبز 11 به استثنای 11 کارت سبز به اکثریت رد شد. هفته پیش مجلس نمایندگان فرمان رئیس جمهور را برای تعدیل قانون تشکیل، وظایف و صلاحیت های کمیسیون های انتخاباتی نیز رد کرد. رد شدن این دو فرمان انتقادهای شماری از نمایندگان را برانگیخته است. خوب به این بود که حتما باید تعدیلات قانون تشکیل و صلاحیت ها را تایید میکردیم. این به اساس فرمان رئیس جمهور خود به خود نافذ بود و ولسی جرگه نباید در تاریخ نامی از خود باقی ماند که بعد از نگرانی مردم در تقلبات انتخاباتی در سال 1393 اینا هم تمایل از خود نشان ندادن که تعدیل در قانون تشکیل و وظایف می آمدن. نهادهای نظارت کننده از انتخابات نیز تاکید می‌ورزند که با رد شدن فرمانهای آوردن تعدیل در قانونهای انتخاباتی، انتظارها برای آوردن اصلاحات در روند انتخابات نقش بر آب می‌شوند. بحث تضاد منافع بسیار مشخص است. اینجا ولسی جرگه افغانستان اعضایشان بیشتر در انتخابات آینده ولسی جرگه کاندید خود بودند. عملکرد از یاد قسمت بحث انتخابات جدا در تضاد منافع است و بیشتر این راجع می‌شود به منافع خودشان. بر بنیاد قانون تمامی قوانین پس از فیصله مجلس نمایندگان به سنا خواهد رفت. اگر مجلس سنا قانون را تایید کند، یک کمیسیون مختلط از دو مجلس درباره فیصله دو مجلس تصمیم خواهد گرفت و این دوباره برای جمهور فرستاده خواهد شد. رئیس جمهور می تواند قوانین تصویب شده را تایید و یا رد کند، اما اگر قوانین رد شده از سوی رئیس جمهور با دو ثلث آرا تایید شود، نیاز به توشیح رئیس جمهور نخواهد داشت. دیده شود که این قانون در مرحله های آینده با چه سرنوشتی روبرو خواهد شد.